در ایامی که سفر حج اعلام شد، امیرالمؤمنین علیه السلام با لشکری از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله به نجران و سپس به یمن رفته بودند. هدف از این سفر دعوت به اسلام و جمع‌آوری خمس و زکات و جزیه بود و نیز حل اختلافی که بین اهل یمن پیش آمده بود. پیامبر هنگام حرکت از مدینه برای امیرالمؤمنین علیه السلام نامه ای فرستادند و طی آن دستور دادند آن حضرت نیز با لشکر و کسانی از اهل یمن که مایل به شرکت در مراسم حج هستند از آنجا به سوی مکه حرکت کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پایان کارهای محوله در نجران و یمن با لشکر همراه و 12,000 نفر از اهل یمن عازم مکه شدند. با نزدیک شدن کاروان پیامبر صلی الله علیه و آله به مکه از طرف مدینه، امیرالمؤمنین هم از طرف یمن به این شهر نزدیک شدند و دستور دادند مردم در میقات اهل یمن احرام ببندند. سپس حضرت جانشینی در لشکر تعیین کردند و خود پیشتر به ملاقات پیامبر صلی الله علیه و آله شتافتند و در نزدیکی مکه خدمت حضرت رسیدند و گزارش سفر را دادند. پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار مسرور شدند و دستور دادند هر چه زودتر لشکر همراه و حجاج یمنی را به مکه بیاورند. امیرالمؤمنین علیه السلام به محل لشکر بازگشتند و همراه آنان همزمان با قافله پیامبر صلی الله علیه و آله روز سه‌شنبه 5 ذی‌الحجه وارد مکه شدند. با رسیدن روز نهم ذی‌الحجه مراسم حج آغاز شد. حضرت به موقف عرفات و سپس به مشعر رفتند و روز دهم در منا قربانی و رمی جمرات و سایل اعمال را انجام دادند. سپس طواف و سعی و بعد از آن اعمال دیگر حج را به ترتیب به انجام رساندند و در هر مورد واجبات و مستحبات آن را برای مردم بیان فرمودند. بدین سان تا پایان روز 12 ذی‌الحجه اعمال 3 روزه حج پایان یافت. پس از پایان مراسم حج دستور الهی بر پیامبر چنین نازل شد: ای پیامبر، نبوت تو به پایان رسیده و روزگارت کامل شده است. اسم اعظم و آثار علم و میراث انبیاء را به علی ابن ابی طالب بسپار که او اولین مؤمن است. من زمین را بدون عالمی که اطاعت من و ولایتم با او شناخته شود و حجت بعد از پیامبرم باشد رها نخواهم کرد.
یادگاری های انبیا، صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام و تورات و انجیل و عصای موسی و انگشتر سلیمان و سایر میراث های ارجمندی است که فقط در دست حجج الهی است و نزد انبیای گذشته و اوصیای ایشان دست به دست گشته تا آن روز که خاتم انبیا حافظ آن بود و اینک باید به اوصیای آن حضرت انتقال می‌یافت. پیامبر امیر المؤمنین را فرا خواند و مجلس خصوصی تشکیل دادند و ودایع الهی را به آن حضرت تحویل داد و بدین سان میراث 6000 ساله انبیاء علیهم السلام به امیر المؤمنین سپرده شد. این ودایع از امیر المؤمنین به امامان بعد منتقل شده که تا کنون در دست مبارک آخرین حجت پروردگار حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام است. پیش از حرکت به سوی قدیر در مکه جبرئیل لقب امیر المؤمنین را به عنوان اختصاص آن به علی ابن ابی طالب از جانب الهی آورد، اگرچه این لقب قبلا نیز برای آن حضرت تعیین شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادند تا بزرگان اصحاب جمع شوند و طی مراسم خاصی نزد علی علیه السلام بروند و به عنوان امیر المؤمنین بر او سلام کنند و السلام علیک یا امیر المؤمنین بگویند و بدین وسیله در زمان حیات خود از آنان اقرار بر امیر بودن علی علیه السلام گرفت. در اینجا ابوبکر و عمر به عنوان اعتراض به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند آیا این حقی از طرف خدا و رسولش است؟ حضرت غضبناک شد و فرمود حقی از طرف خدا و رسولش است، خداوند این دستور را به من داد.